حالی که به گفته بسیاری از متخصصان اجتماعی میزان جرائم در ایران مدام رو به افزایش است و از سوی مشکلات اقتصادی بسیاری را به اصطلاح به سرقت‌های خرد وادار کرده و سرقت به یکی از جرائم پرتعداد در ایران تبدیل شده است، ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه با اشاره به افزایش تعداد ارتکاب سرقت در کشور و افزایش آمار سرقت در ایران خواستار صدور حکم قطع دست برای سارقان خرده‌پا شد. وی با اشاره به تورم سنگین در کشور و همچنین افزایش آمار بیکاران و با بیان اینکه در روزهای اخیر دله‌دزدی افزایش یافته خواستار برخورد قاطع با سارقان شد. وی در عین حال با اشاره به اینکه استکبار جهانی در این زمینه ایران را زیر ذره‌بین قرار داده و حتی اجرای احکام اسلامی را زیر سوال می‌برد اظهار داشت این وضعیت باعث شده که دست قضات در صدور احکام قاطع در این خصوص بسته باشد. این عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه حکم قطع دست باید برای سارقان اجرا شود گفت این حکم باید اجرا شود تا این مجرمان دست از شرارت بردارند. گرچه مقام‌های جمهوری اسلامی برای اجرای احکامی نظیر قطع اعضای بدن به قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند، اما نه تنها این قوانین سال‌هاست در ایران هم به ندرت اجرا و حتی در زمان آیت الله خمینی هم با وجود شدت عملی که در اجرای احکام اسلامی وجود داشت، هیچگاه به شکل گسترده و معمول چنین احکامی به اجرا در نیامد. قوانین جهانی هم مجازات‌های بدنی با این شدت را ممنوع کرد. در این حال به گفته کارشناسان اجتماعی چنین اقداماتی تا زمانی که ریشه یابی صحیح جرائم صورت نگیرد و علل ایجاد کننده چنین سرقت‌هایی که فقر و مشکلات اقتصادی است برطرف نشود، حتی این مجازات‌ها و شدیدتر از آن هم از انجام آنها جلوگیری نخواهد کرد. این درخواست در مجلس در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر مشخص شده بیشترین دزدی‌ها و اختلاس‌ها در همان قوه قضاییه صورت می‌گیرد که قرار است با این جرائم مقابله کند. گرچه با روی کار آمدن رئیسی که مدعی اجرای قوانین اسلامی است، گزارش‌هایی از اعمال مجازات قطع دست منتشر شده که انتقادات گسترده‌ای را نیز به دنبال داشته است. تأکید سازمان‌های بین‌المللی برای پیگیری مسئله حقوق بشر در موضوع مجازات اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که ایران نه تنها همواره این ادعا را که حقوق بشر در ایران نقض می‌شود انکار کرده است، بلکه مدعی است در هیچ کشوری مانند ایران حقوق زندانیان و مجرمان مراعات نمی‌شود. به نظر می رسد مجلس جدید در برگرداندن سیستم به معیارهای عقب مانده هم در حوزه داخلی و هم بین المللی گوی سبقت را از همه مجالس بعد از انقلاب ربوده است. در ادامه تلاش آمریکا برای توقیف دارایی‌های ایران، این بار وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را به کسانی که قربانیان تروریسم خوانده شده‌اند اختصاص خواهد داد. دیوید برانز، دستیار وزیر موقت دادگستری آمریکا، با اعلام این خبر اظهار داشت آمریکا با همکاری با شرکای خارجی آمریکا و همچنین تلاش‌های جمعی واحد جنایی دادگستری آمریکا، دفتر دادستان منطقه آلاسکا و FBI این مبلغ را به پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم دولتی مورد استفاده قرار خواهد داد. در این بیانیه تاکید شده است ایالات متحده 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را جمع‌آوری کرده است. در این بیانیه تاکید شده این رقم به پرداخت غرامت به آن دسته از آمریکایی‌هایی که قربانی تروریسم دولتی در دنیا شده‌اند اختصاص خواهد یافت. طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، این وجوه از پرونده‌ای که در آن دارایی‌های چندین تبعی ایران و اتباع کشورهای دیگری که قصد دور زدن تحریم‌ها علیه ایران را داشتند ضبط شده است. دادگستری آمریکا همچنین اعلام کرده این افراد قصد داشتند نزدیک به 1 میلیارد دلار از وجوه ایران را به حساب‌هایی در سراسر دنیا منتقل کنند. همچنین به گفته برایان شرودر، یک دادستان آمریکایی دیگر، مقام‌های امارات متحده عربی، واحد ضد پولشویی و جرائم مالی پلیس دبی، دفتر دادستان کل جورجیا و وزارت دادگستری کره جنوبی نیز در این اقدام همکاری داشتند.
وی ضمن قدردانی از این کشورها تاکید کرده است بدون کمک این دولت‌ها فیصله این مسئله ممکن نبوده است. در بیانیه ی وزارت دادگستری آمریکا تاکید شده است گروهی از افراد شامل 3 طبقه ایران و 1 شهروند آمریکا بین سالهای 2011 تا 2014 بانک‌های کره جنوبی را فریب دادند. در این بیانیه گفته شده که این افراد با تحویل برخی اسناد جعلی قصد داشتند وانمود کنند شرکت‌های ایرانی در حال انجام تجارت مشروع با شرکت‌های کره‌ای هستند. بنابر گفته دادگستری آمریکا، مظنونان این پرونده بر اساس این اسناد جعلی توانستند نزدیک به 1 میلیارد دلار از وجوه متعلق به ایران را از کره جنوبی خارج کرده و به بازارهای مالی دنیا وارد کنند. ایران همواره نه تنها ادعای آمریکا در خصوص دست داشتن در تروریسم را رد می کند، بلکه مدعی است خود یکی از قربانیان تروریسم در جهان است. به گفته ناظران، گرچه برخی ادعاها در خصوص دست داشتن ایران در برخی اقدامات تروریستی صحت دارد، اما آمریکا موضوع مقابله با تروریسم و همچنین تحریم‌ها را بهانه‌ای برای تصاحب اموال و دارایی‌های ایران قرار داده است. اقدامی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را دستبرد به اموال ایرانی‌ها در خارج از کشور می‌نامند، ولی در عمل عدم رعایت مقررات خود زمینه‌های چنین اقدامی را فراهم می‌کند. ایران تاکنون نتوانسته مانند یک کشور عادی به ایفای مسئولیت خود در جامعه جهانی بپردازد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی توییتری با اشاره به برقراری مجدد روابط قطر و عربستان نوشت: به قطر به خاطر به نتیجه رسیدن مقاومت شجاعانه‌اش در برابر فشار و باجگیری تبریک می‌گویم. وی افزود: خطاب به دیگر همسایه‌های عرب هم می‌گویم ایران نه دشمن است نه تهدید. متهم کردن کافی است، مخصوصاً اینکه رئیس سرکش شما هم در حال رفتن است. ظریف در پایان با اشاره به طرح صلح هرمز نوشت: وقتش رسیده که پیشنهاد ما برای داشتن منطقه قوی را بپذیرید. ظریف در حالی چنین سخنانی را در مورد طرح صلح هرمز مطرح کرده است که این طرح بعد از حمله به تأسیسات آرامکو عربستان مطرح شد و مشخص است بعد از چنین حمله‌ای پیشنهاد طرح صلح پیشنهادی ریاکارانه محسوب می شود و عملاً نیز راه به جایی نبرد. به گزارش رویترز، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که نام یک شخص حقیقی و دست کم 12 شرکت ایران به فهرست تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آن وزارتخانه موسوم به اوفک اضافه شد. از شرکت‌هایی که به این فهرست اضافه شده است، می‌توان به شرکت‌های خزر فولاد، فولاد بناب، فولاد پاسارگاد، فولاد گیلان و فولاد زرند اشاره کرد. نام یک شرکت چینی نیز در این فهرست دیده می شود و در اعلامیه وزارت خزانه داری گفته شده بخش فلزات ایران یک منبع درآمد برای رژیم ایران است که برای رهبران فاسد آن تولید ثروت می کند و به تأمین مالی طیف گسترده ای از فعالیت های شرورانه از جمله حمایت از گروه های تروریستی، گسترش سلاح های کشتار جمعی و نقض حقوق بشر در داخل و خارج از آن کشور می پردازد. در این بیانیه گفته شده که دولت ترامپ همچنان نسبت به قطع جریان درآمدی رژیم ایران متعهد می‌ماند. در این میان وزیر خارجه آمریکا گفت که تحریم‌ها علیه رژیم ایران ادامه خواهد داشت. مایک پامپئو در بیانیه‌ای در این زمینه گفت ایالات متحده به اعمال قاطعانه تحریم‌ها علیه رژیم ایران، ناقضان تحریم‌ها و کسانی که رژیم را قادر می‌کنند دستور کار شریرانه‌اش در سرکوب و تروریسم را تأمین مالی و اجرا کند ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا نسبت به هر گونه اقدام رژیم ایران در عملی کردن تهدیدهایش هشدار داد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آمریکا در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه گفت: ایرانی‌ها تقریباً به طور روزانه تهدید می‌کنند و در رابطه با حمله به آمریکا صحبت می‌کنند و در تعطیلات آخر هفته نیز بار دیگر توییتی در رابطه با این مسئله منتشر کردند.
آنها رئیس جمهوری را تهدید می‌کنند، من و دیگر مقامات آمریکا را نیز تهدید می‌کنند. آنها تقریباً به طور شبانه روز اسرائیل را تهدید می‌کنند. بله، ما در بالاترین سطح آمادگی هستیم. ما همیشه آماده هستیم. وضعیت ما در طول 4 سال همین بوده است و این وضعیت تا زمانی که من وزیر خارجه هستم و ترامپ رئیس جمهوری ماست ادامه پیدا خواهد کرد. ما در حالت آماده باش باقی میمانیم و برای ممانعت و مقابله با آنها اقدام صحیح را انجام خواهیم داد. 40 سال است که نظام ایران اسرائیل و آمریکا را تهدید می‌کند. ما اقدامات صحیح را انجام دادیم. ما آمریکا را در جایگاه مناسبی قرار دادیم تا ایرانی‌ها را قانع کنیم که تفکر آنها نادرست است. اگر آنها تصمیم بگیرند که هر گونه اقدامی اتخاذ کنند، ما اطمینان کامل داریم که دولت ترامپ آنها پاسخ خواهد داد، به روشی که ترامپ یک هفته پیش یا بیشتر در رابطه با آن صحبت کرد و توییت نوشت. اشاره آقای پومپئو ظاهراً به یک توییت اخیر ترامپ است که در آن به ایران هشدار داد، توصیه دوستانه‌ای برای ایران دارد. اگر یک آمریکایی کشته شود، من ایران را مسئول خواهم دانست. خوب در موردش فکر کنید. مایک پومپئو در پاسخ به پرسشی درباره خروج آمریکا از برجام گفت: وقتی پرزیدنت ترامپ کارش را آغاز کرد، ایرانی‌ها در حال رشد دادن اقتصاد خود با نرخ سالانه 5، 6 یا 10 درصد بودند. آنها با ثروت آمریکا که از طریق شرکت‌های اروپایی وارد می‌شد این کار را می‌کردند. آنها در ایران کار می‌کردند یا با پولی که خیلی مشهور است آمریکایی‌ها برای به حصول توافق با آنها ارسال کردند. همه این موارد برای دوست سالاران و دین سالاران مسئول جمهوری اسلامی ایران تولید ثروت و ظرفیت می‌کرد. این موارد ایالات متحده آمریکا و مردم ما را تهدید می‌کرد. ظرفیت آنها برای تروریسم در سراسر جهان رو به گسترش بود. این مسائل امروز وجود ندارد. او همچنین گفت ایران حمایت خود از حزب الله و شبه نظامیان شیعه در عراق را کاهش داده است. فعالیت‌هایش در سوریه هزینه بیشتری دارد و آمریکا خطر آنها برای مردم آمریکا و مردم جهان را کاهش داده است. او گفت ما نباید به سیاست‌هایی برگردیم که در سال‌های قبل از زمان ما در دولت وجود داشت. به دنبال بالا گرفتن موضوع توقیف کشتی کره جنوبی توسط سپاه پاسداران که به نظر می‌رسد برای رفع بلوکه کردن 7 میلیارد دلار از پول‌های ایران در کره جنوبی می‌باشد، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت کشتی کره‌ای گفت: همان گونه که قبلا اعلام شد، مشکل کشتی کره‌ای کاملا فنی است و جمهوری اسلامی ایران مانند همه کشورها نسبت به حفظ و حمایت از محیط زیست دریایی حساسیت دارد و با موارد نقض آن طبق قانون برخورد می‌کند. وی افزود رفتار دولت کره در این زمینه قابل درک نبوده و مردود است. دولت کره را به برخورد منطقی و مسئولانه با این موضوع فنی ترغیب می‌کنیم. خطیب‌زاده در ادامه گفت سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نهاد متولی این گونه مسائل به صورت حرفه‌ای پیگیر کمک‌های لازم به کشتی و خدمه آن است و اطلاع رسانی لازم را در این زمینه انجام می‌دهد. در این میان چوجونکون معاون اول و قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه گفت که شواهدی از ایجاد آلودگی زیست محیطی توسط نفتکش این کشور که در تنگه هرمز توقیف شده وجود ندارد. وی طی اظهاراتی در پارلمان کره جنوبی گفت اگر آلودگی دریایی آن نفتکش به حدی بود که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده باشد، پس باید می توانستیم از تصاویری ضبط شده توسط بالگرد آن را تایید کنیم. اما چنین شواهدی مشخص نشده و این شناور نیز به اندازه کافی تجهیزات ایمنی با خود به همراه داشت. چوی طی سخنرانی در پارلمان تاکید کرد که مذاکرات با ایران در خصوص آزادسازی نفتکش و خدمه آن از گفتگوها با تهران درباره اموال و پولهای بلوکه شده در بانکهای کره جنوبی مجزا است، زیرا موضوع نفتکش باید اولویت سئول باشد. چوی افزود وزارت خارجه در حال راستی آزمایی ادعای ایران درباره آلودگی زیست محیطی، حرکت کشتی در آبهای بین‌المللی یا آبهای سرزمینی ایران و همخوانی داشتن نحوه توقیف کشتی با قوانین بین‌المللی است.
وزارت خارجه کره جنوبی میگوید که در حال بررسی دلایل مطرح شده از سوی ایران درباره توقیف نفتکش این کشور در تنگه هرمز بوده و احتمال اقدام قانونی سئول در این باره وجود دارد. شورای امنیت ملی کره جنوبی نیز در حال بررسی واکنش‌ها به این موضوع است. دولت کره جنوبی توقیف هانکوک چیمی را تایید کرده و گفته یکی از یگانهای این کشور که وظیفه مبارزه با دزدان دریایی را به عهده دارد روانه آبهای مجاور تنگه هرمز کرده است. گفته می شود شناور مذکور حامل 7200 تن اتانول بوده است. خدمه کشتی را اتباع کشورهای کره جنوبی، اندونزی، ویتنام و میانمار تشکیل می دهند. به گزارش رویترز، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر با میانجیگری کویت و پس از چند سال قطع رابطه با کشورهای عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر برای شرکت در این اجلاس وارد عربستان سعودی شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز در فرودگاه شهر العلا به استقبال امیر قطر رفت و او را به آغوش کشید. همچنین ملک سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سخنرانی خود در 41مین دوره نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که به اجلاس آشتی با قطر معروف شده است، به تهدیدهای ایران پرداخت و از روابط خود با قطر سخن گفت. محمد بن سلمان رفتار ایران در منطقه را تخریب کننده خواند و گفت منطقه در مقابل تهدید برنامه هسته‌ای، موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی ایران با چالش جدی مواجه است و وحدت کشورهای منطقه را عامل مهمی برای مقابله با این تهدیدها دانست. وی گفت از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم برنامه موشک‌های بالستیک که صلح منطقه را تهدید می‌کند متوقف کند. 41مین دوره اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امروز در حالی به میزبانی عربستان سعودی آغاز شده است که 4 کشور عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر از 5 ژوئن سال 2017 روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کردند و ضمن محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور 13 شرط از جمله کاهش روابط با تهران، تعطیلی شبکه الجزیره و قطع حمایت از اخوان المسلمین و حماس را برای از سرگیری این روابط تعیین کرده بودند. به گزارش رویترز، شبکه CBS گفته که منابع آگاه اعلام کردند یک پیام تهدیدآمیز در سیستم‌های رادیویی مرتبط با ترافیک هوایی در نیویورک دریافت شده است که مدعی اصابت یک هواپیما به ساختمان کنگره در روز چهارشنبه خواهد بود. این پیام تهدیدآمیز این حمله را در پاسخ به کشتن سلیمانی، فرمانده سپاه قدس اعلام می‌کند. روز چهارشنبه قرار است نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی بایدن از سوی کنگره به تصویب برسد. از همین رو تمامی نمایندگان و سناتورهای آمریکایی در کنگره حاضر خواهند بود. مقامات امنیتی آمریکا میگویند این پیام تهدیدآمیز با نفوذ به سیگنال‌های کنترل پرواز صورت گرفته است. مقامات پنتاگون که از تهدیدات صورت گرفته آگاهی یافتند آن را جدی نمی‌دانند، ولی تحقیقات در این زمینه در حال انجام است. به گزارش CNN در حالی که در انتخابات سنا تا کنون یک نماینده دموکرات برنده شده و نفر دوم به بعد موکول شده است، صدها نفر از طرفداران دونالد ترامپ روز سه‌شنبه یک روز قبل از تظاهرات اصلی و بزرگ امروز در واشنگتن تجمع و راهپیمایی زود هنگام برگزار کردند. حامیان ترامپ در حالی که دست‌نوشته‌ها و پرچم‌هایی در حمایت از رئیس جمهوری آمریکا به همراه داشتند در خیابان‌های اصلی واشنگتن و مشرف به کاخ سفید تجمع کردند، در حالی که پلیس سعی در متفرق کردن جمعیت حاضر داشت، عده‌ای با ایجاد اختلال در عملکرد پلیس باعث ایجاد درگیری شدند. این راهپیمایی در حالی برگزار شده است که قرار است روز 6 ژانویه به درخواست دونالد ترامپ راهپیمایی گسترده‌ای در حمایت از ترامپ و اعتراض به نتایج انتخابات آمریکا در واشنگتن برگزار شود. ترامپ پیش از این از هوادارانش خواسته بود در اعتراض به نتیجه انتخابات و موضوع ادعایی تقلب در انتخابات روز 6 ژانویه همزمان با نشست کنگره برای تعیین نتیجه قطعی آرای الکترال به خیابان‌ها بیایند.
او پیشتر با انتشار پیامی در حساب کاربری توییتر خود گفته بود 6 ژانویه منتظرشان است. او همچنین شب گذشته با انتشار پیامی در توییتر از سخنرانی برای طرفدارانش خبر داده و گفته بود من در اتاق بیزی شکل در گرد همایی. آمریکا را نجات دهید و من امروز سخنرانی خواهم کرد. زود خود را برسانید. درها ساعت 7 باز خواهند بود. جمعیتی عظیم. پافشاری پرزیدنت ترامپ در نپذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری، جمهوری خانه بسیاری را بر سر دوراهی بزرگی قرار داده. همراهی با آقای ترامپ و عدم تمکین به نتیجه انتخابات یا پایبندی به اصول حزبی و پیروی از سنت‌های حزب جمهوری خواه. چهارشنبه 6 ژانویه مطابق با عرف رایج در انتخابات امریکا روزی است که معاون رئیس جمهور می بایست نتایج آرای الکترال را به صورت تشریفاتی در مقابل عموم مردم و رسانه‌ها بازگو کند. از این رو مایک پنس معاون آقای ترامپ از مدت‌ها قبل تحت فشار بود تا به نوعی از این وظیفه قانونی خود سر باز زند و در همراهی با آقای ترامپ نتایج انتخابات 3 نوامبر را زیر سوال ببرد، در حالی که روز 3 آقای ترامپ به صورتی واضح‌تر از مایک پنس خواست که روز 6 ژانویه همراه با او از به رسمیت شناختن نتایج آرای الکترال و پیروزی جو بایدن سر باز زند. اما منابع در کاخ سفید به رسانه‌ها گفتند مایک پنس روز 3 هنگام نهار با برخی از همراهان و همکاران خود گفته است که نقش او در این زمینه تنها یک نقش تاریخی و تشریفاتی است و او می‌خواهد پاکت آرای الکترال را باز کند و آنچه که درون پاکت است را بخواند. نشریه پولیتیکو می نویسد مطابق با قانون سال 1887 که به قانون شمارش انتخابات معروف است، مایک پنس به عنوان معاون رئیس جمهور موظف است نتایج آرای الکترال را بر اساس حروف الفبا بخواند. اما مطابق با نظریه اخیر پرزیدنت ترامپ، پنس این اختیار را دارد که از پذیرش آرای الکترال خودداری کند. به نوشته پولیتیکو این تصویری از انتخابات است که با عرفی که تا پیش از این برقرار بوده مغایرت دارد. حتی اگر مایک پنس بر اساس خواست آقای ترامپ خواهد رفتار کند، کنگره قوانینی را دارد که ملزم به شمارش آرای الکترالی است که توسط ایالت‌ها تایید شدند و اکثریت هر دو جناح هم در کنگره به نظر می‌رسد تمایل ندارند که این سنت را زیر پا بگذارند. هرچند آقای ترامپ روز 3 از معاون خود مایک پنس خواسته که به طرفداری از او برخیزد و گفته که پنس در این مسیر این توانایی را دارد که آرای الکترال را زیر سوال ببرد، اما الگوی رفتاری مایک پنس نشان نمی‌دهد که او سیاستمدار سنت شکن و جنجالی باشد، آن هم در شرایطی که بخش عمده پیشکسوتان حزب جمهوری‌خواه ترجیح می‌دهند سنت انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا را همچنان محفوظ و محترم بشمارند. در آن سو البته هستند سناتورهایی همچون تد کروز که ترجیح میدن نسبت به آقای ترامپ و خواسته هایش وفادار بمانند. این یک آینده نگری برای تد کروز و گوشه چشمی به انتخابات ریاست جمهوری آینده امریکاست یا یک وفاداری عمیق قلبی به خود آقای ترامپ؟ در هر صورت باید صبر کرد و منتظر تحولات 4 پیش روی امریکا ماند.